نشست مجمع مؤسس شورای ملی ایران پس از دو روز بحث و گفتگو در پاریس به کار خود پایان داد. در این نشست هدف شورای ملی ایران تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک و سکولار از طریق انتخابات آزاد و سالم و عادلانه اعلام شده. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی که در این نشست شرکت کرده از پاریس با ماست. جمشید، روشن هست که چه کسانی عضو شورا هستند؟ جزئیات بیشتر؟ شرکت کنندگان عمدتاً به عنوان در واقع شهروندان یا به صورت فردی شرکت کردند. البته از سوی تعدادی از گروه ها و انجمن ها و سازمان ها هم نمایندگانی اومدند که عمدتاً جز به گروه های خیلی شناخته شده نیستند، ولی کن حدود 500 نفر که نیمی از اونها حاضر هستند، نیمی دیگر از طریق اینترنت بحث ها رو دنبال میکردند. امروز اینها کلن از طریق اینترنت یک انتخابات اینترنتی انتخاب شده بودن قبلا و امروز منشور و اساسنامه خودشون رو بحث گذاشتن، رای گیری کردن، تصویب کردن و همینطور ارکان های در واقع چند ارکان این زیر مجموعی همین شورا رو انتخاب کردن، از جمله دفتر سیاسی که عملا کارهای اجرایی رو پیش خواهد برد و شورای عالی که نظارت خواهد داشت بر عملکرد دفتر سیاسی. همینطور رضا پهلوی به عنوان سخنگوی شورای ملی ایران انتخاب شد که در همین زمینه هم من با دقایق پیش گفتگوی با او انجام دادم و در ابتدا از او پرسیدم که آیا به این نشست انتظاراتی رو که داشتن برآورده کرده یا نه، که با هم ببینیم. کلن یه قدم بسیار مهمی بود و فکر کنم مقدار زیادی خواسته دیرینه بسیاری از همیهنانمون در داخل کشور رو فراهم میکنه برای یک فرصتی که در یک مرکزی خواسته هاشون بیان بشه در جایی که در درون کشور هرگز نمیتونستن. و من احساسم اینه که واقعا یک نقطه آغازین خوبی و نقطه امید بسیاری هست برای همیهنانمون که در داخل در بند هستن. این رو هم به رغم اطلاعات و ارتباطات مستقیمی که خود من باشون دارم بهتون دارم میگم. سایر احزاب یا گروه های سیاسی هم حرکت های مشابه انجام دادن، حتی متن بسیار مشابه منشور شما در واقع منتشر کردند، ولی من در اینجا حضوری از اونها ندیدم. علت خاصی داره که احزاب و گروه های سیاسی شناخته شده تر در اینجا حاضر نبودند؟ اونو بس از خودشون پرسید. البته بهتون میگم که بسیاری از گروه ها و سازمان هایی که الزاماً در این مرحله امضا کننده فراخوان نبودند و یا شرکت در این مجمع نکردند، بسیاریشون در متن این فراخوان تاثیرگذار بودند و خیلی از پیشنهاداتی که در این متن میبینید که میدونید حدود 42 نسخه متعدد در یک مراحل تکامل پیش اومد، از بسیاری از این جریانات سیاسی که اشاره میکنید، مثلا فرض بفرمایید از حزب کمله بگیرید تا مثلا فرض بفرمایید گروه های دیگر، به هر حال نظرات خودشون رو به نوعی تو این متون اومده. حال من همیشه اعتقاد داشتم که ممکنه خیلی ها ایستگاه اول سوار قطار نشن، مهم این بود که این قطاری به حرکت بیفته و به هر حال برخورد ما همیشه بر مبنای افزایش گزینه هاست و در باز به مفهوم در واقع قبول مشارکت تا حذف شرکت کننده. آیا شما به عنوان ولیعهد سابق ایران میخواید که از طریق شورای ملی ایران در واقع تلاش بکنید برای بازپسگیری تاج و تخت، یا اینکه نه این رو در واقع اساسا این مسئله قرار هست موکول بشه به بعد از تغییر نظام سیاسی در ایران و انتخابات آزاد آنطور که شما خواهانش هستید؟ اصلا مسئله اون نیست. من بارها گفتم برای من شکل نظام مطرح نیست. حالا یه عده با من موافق هستن و من رو به عنوان پادشاه آینده ایران میخوان به اصطلاح دنبال بکنن، یه عده ممکنه مخالف من باشن و طرفدار نظام جمهوری باشن. این تضادی نداره با اینکه بتونن در این مرحله از کار در یه حمایش که تنها خواستش اینه که من ایرانی، شما ایرانی، هر ایرانی دیگر، حتی اگه با هم موافق نباشیم، ولی حق مشترک داریم به عنوان شهروندان این کشور که تعیین سرنوشت رو به دست خودمون انجام بدیم و اندازه‌گیری خواست اکثریت جامعه فقط از طریق صندوق رأی قابل اندازه‌گیری است و این صندوق رأی نه شاه میشناسه نه رئیس جمهور. اون چیزی که میشناسه حق رأیه. ما بس اول به اون برسیم. بنابراین تا زمانی که اصل دموکراسی و حق حاکمیت و حق انتخابات آزاد و صندوق رأی معیار اصلی هر دموکرات ایرانی است،
بحث ما بنابراین یک بحث تفکیکی جمهوری و پادشاهی نیست که این وسط کی کاندیدش هست یا کی نیست. اون را میسپاریم زمانی که این بحث پیش بیاد در زمان خاص خودش. حالا فرم نهاییش میتونه پادشاهی پارلمانی بشه، میتونه جمهوری پارلمانی باشه، ولی بحث امروز ما نیست. این نشست به پایان رسید و اعضای دفتر سیاسی و همینطور شورای عالی این نهاد سیاسی انتخاب شدند. این نهاد چه خواهد کرد در آینده؟ از فردا قرار هست که شاهد چه اقداماتی باشه؟ مهمترین مسئله این هستش که یک پلتفرمی رو ارائه میده که جهان برای بار اول میتونه وارد یک دیالوگ مستقیم با نیروهای معرفه آلترناتیو نظام سکولار وارد صحبت مستقیم تری بشن. اون هم میگم بر مبنای این که اگر درست بررسی بکنم میبینن که پشتیبانی هایی که انتظار دارم از این شورا بشه از درون، حالا که تأسیس شده و یه وجود رسمی و خارجی پیدا کرده، حتما نمایان خواهد شد و این خود به خود توجه جهانیان رو جلب خواهد کرد به اینکه ما بهتره وارد مذاکره با این جریانات بشیم. کما اینکه احساس کردم و میبینم که این انگیزه درشون هست که اگه چنین چیزی در صحنه فراهم بشه قطعا به شکل خیلی جدی استقبال خواهند کرد و این خب این خبر خوشیست و امیدوار کننده. و دلیل اینکه باعث از نظر زمانی سریع پیش می‌رفتیم تا قبل از انتخابات بعدی جمهوری اسلامی این شورا به وجود بیاد دقیقاً به خاطر این بود که به جایی که گزینه باز بشه فقط برنامه جمهوری اسلامی بگیم آقا این بار تحریم کامل انتخابات هست و به جاش خواست حق برگزاری انتخابات آزاد با تأکید به اینکه دنیا هم که عجله داره راجع به مسئله‌ای که این خط قرمز اتمی به قول معروف ممکنه کارو به جای باریک بکشه، یک بارم که شده بعد از 33 سال و اندی بیان یه حمایت واقعی از مردم ایران بکنیم، همونطوری که در خیلی کشورها از دیگر این تصمیم گرفته شد برای پایان دادن به حکومت‌های دیکتاتوری‌های توتالیتر، حالا چه در اروپای شرقی بوده باشه یا فرض کنید کشورهای مثل آفریقای جنوبی یا خیلی نمونه‌های دیگری که میتونیم بیاریم.